حفظ کردن و به یاد آوردن تمام فرمولا مخصوصا در شیفت کاری با مصروفیت های زیاد کار خیلی مشکلی است. در این ویدیو قصد داریم تا محاسبه دوز دوایی رو بدون فرمول برایتان آموزش بدیم. لطفا تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. سلام، من اسم سروری هستم. به کانال پرفکت نرس خوش آمدید. در این کانال ویدیوهای آموزشی رو برای نرس ها و قابله ها به صورت هفته بار میگذاریم. اگر شما هم دوست دارین تا این ویدیوهای آموزشی رو ببینید، خوشحال میشم کانال ما رو لایک و سابسکرایب کنید. و حالا بریم سر مبحث امروزمون. قانونی که استفاده میکنه قانون طرفین وسطین است. قانون طرفین وسطین به چه صورت بود که ما یه مربع میکشیدیم که 2-4 خونه داشت. قانونی که داشت اگر واحد سمت چپ مثلا میلی گرم باشه، واحدی که زیر اونم نوشته میشه باید میلی گرم باشه، و اگر سمت راست واحدش امله پایینی باید واحدش امله. دستان دارم مثال میزنم، یعنی هر چی باشه باید واحدا برابر باشه. یعنی فقط برای دو چیز ما میتونیم این قانونو در نظر بگیریم. با این میتونیم خیلی از کارهای دیگر رو انجام بدیم. مثلا مطابق با همین ما حتی میتونیم واحد تبدیل پول به دلار هم انجام بدیم. مثلا اینجا دلار میذاریم، پایینم باید دلار باشه، این طرف افغانی و این طرف هم باید واحد پول افغانی باشه. مثلا مثال میزنیم، یه دلار برابر هست با 95 افغانی. حالا من چقدر، من مثلا 4 لگ دارم، 4 لگش میشه چقدر؟ 400,000. چند دلار میشه؟ خیلی راحت با این فرمول ما میتونیم اونو حساب بکنیم. خب یه قانون دیگه هم که داریم تو طرفین وسطین اینه که ما وقتی که طرفین وسطین کردیم 3 معلوم داریم و یه دونه مجهول داریم یا ایکس داریم. تو این حالت باید چیکار بکنیم؟ تو طرفی که میایم ایکس رو نوشته میکنیم برای حل جواب مساوی میشه با یه تقسیم نوشته میکنیم. دو طرفی که جوابش رو داریم، یعنی این دوتا با هم ضرب میشن. اگه ما این عدد 1 بگیریم، این 2 و اینم 3 بگیریم، پس میشه 1 ضرب 3 و ضریب ایکس هم میاد به قسمت تقسیم. پس جواب ما میشه چند؟ 3/2. گفتیم 1 دلار هست 95 افغانی. من 4 لگ افغانی دارم. 4 لگ یعنی 400,000. چقدر دلار میشه؟ این میشه ایکس ما. پس همینطور که گفتیم میایم طرفین وسطین میکنیم. اون قسمت هایی که جوابشو بلدیم، پس 400,000 ضرب 1 تقسیم بره ضریب ایکس هم میشه قسمت مخرج 95. ایکس ما در میاد، پس میشه 4,250. یعنی 4 لکه من 4,250 دلار میشه به همین راحتی. حالا مطابق با همین قانون میایم مسائل دارو رو حل میکنیم. دیگه احتیاج به فرمول نیست. خب مثلا توی این قسمت ببینید نام دارو دیلانتین هست. خب دکتر اوردر کرده 50 میلی گرم پیوتیاید. یعنی چی 50 میلی گرم از طریق خوراکی 3 بار در روز بدیم. اولیبل ما هست 125 میلی گرم در 5 ml. یه توضیح ساده بدم که من از کجا بفهمم که این اولیبل از کجا داشته باشم. ببینید این شربت چیه؟ دیلانتینه. چیزی که روی شربت، روی آمپول، روی کپسول، روی تبلت می نویسن همون اولیبل یا موجودی ما هستش. ببینید اینجا نوشته 125 میلی گرم در 5 ml. پس همین چیه؟ ما اولیبل ماست. حالا میایم سر سراغ حل کردن مسئلمون. باز هم اولین کاری که میکنیم جدول طرفین وسطینمون رو میکشیم.
یه طرف میلی گرم نوشته میکنیم. پس اول از چی شروع میکنیم؟ از اول لیبلمون شروع میکنیم. اول از همه از اول لیبل نوشته میکنیم 125 این میلی گرم توی 5 ml. حالا اردر به ما چقدر گفته؟ پایین اردر رو می نویسیم چون اینجا میلی گرمه، پس زیر میلی گرم نوشته می کنیم 50 میلی گرم. از ما چند ml می خواد؟ خیلی راحت، این میشه x ما. حالا x ما مساوی هست با طرف این وسط این می کنیم. این دوتایی که معلومه بالا می نویسیم 50 ضرب 5 تقسیم بره این دوتایی که با ضریب x، این قسمتش پایین نوشته میشه 125. جواب اگه حل کنیم این با این ساده میشه، این هم با این میشه 2 ml. پس جواب من شد 2 ml. تو این قسمت می نویسیم. دیدین خیلی راحت تونستیم با یک طرفین ساده، طرفین وسطین ساده بدون هیچ فرمولی حل کنیم. دوباره میریم سراغ مثال بعدی. دیگوکسین دکتر اردر کرده 0.25 میلی گرم برای مریض بدیم. چیزی که اولی بل داریم 0.125 میلی گرم در یک تبلت. بازم براتون نشون میدم که این 125 میلی گرم ما از کجا پیدا کردیم. این دیگوکسین هست. سید تابلت، تابلت دیگوکسین داریم 0.125 میلی گرمش توی یه دونه تابلت 0.125 میلی گرم. پس این همین چیه؟ دوز اویلیبل ماست. حالا میایم اینجا حل میکنیم. بازم خیلی راحت یه جدول میکشیم. اول از همه دوز اویلیبل رو نوشته میکنیم 0.125 میلی گرم توی چند تا؟ توی یه دونه تابلت. دکتر به ما چقدر اوردر کرده؟ 0.5 میلی گرم. پس میلی گرم رو زیر میلی گرم نوشته میکنم 0.25 میلی گرم. حالا چند تا تابلت میشه؟ x مساوی میشه با طرفی که معلومه، اینو داریم با این بالا نوشته میشه ضرب 1 تقسیم بر طرفی که با x ماست به زیر نوشته میشه 125. اینا رو اگه تقسیم بکنیم جواب ما میشه 2. این 2 چیه؟ 2 تابلت. صحیح شد؟ پس جواب من شد 2. 2 تا تابلت. اینجا پس نوشته میکنم 2 تا تابلت. به این راحتی اینو حل کردیم بدون هیچ فرموله، فقط با طرف وسطه. خب حالا میریم سراغ تمرین بعدین. دیپاکین دکتر اردار کرده 8 میلی گرم پر کی جی، وزن مریض 40 میلی گرمه، اول لیبل ما 50 میلی گرم در 5 ml. چون دیگه یاد گرفتیم اول لیبل چی است دیگه من دوباره نشونتون نمیده. پس چیزی که ما اینجا اضافه کردیم باید در نظر بگیریم چیه؟ یک چیز به نام وزن مریض اضافه شده. تو این حالت ما باید چیکار بکنیم؟ وقتی که ما همچین حالتی داریم اولین کاری که میکنیم میایم وزن مریض رو که 40 هست ضرب در دوز که دکتر اوردر کرده میکنیم. یعنی چقدر؟ 8. این میشه 100 و 120 میلی گرم. حالا توی فرمولمون تو طرف این وسط این به جایی که ما 8 رو بذاریم همین رو میذاریم. خب باز جدول رو میکشیم. اول لیبلمون چند بود؟ 50 در 5. 50 میلی گرم همیشه دوزار بنویسین که یادتون نره کدوم عدد و زیر کدوم عدد بنویسین. و این 320 میلی گرم رو اینجا مینویسیم به زیر میلی گرم. حالا چقدر امل باید به دست بیاریم؟ جوابش خیلی راحت، طرف این وسط این میکنیم، این دوتا با همه، این دوتا با همه 320 ضرب 5 تقسیم بره 50 که ساده بکنیم
جواب میشه 32 ml. پس اگه من از این دوا 32 ml به مریض بدم، چقدر اون دوزی که دکتر گفته رو من میتونم بهش بدم. صحیح شد. پس این یه نمونه بر اساس وزن مریض بود. بازم اینجا ما یه چیزی به نام وزن داریم. گفتم تو این حالت فقط کافیه که ما چیکار بکنیم؟ وزن مریض که 60 هست ضرب داره چیزی که اوردر کرده دکتر، دو گفته. پس این میشه 120 میلی گرم. حالا جدول رو میکشیم. اول لیبل رو اول نوشته میکنه. اول لیبل چنده؟ 40 در 2 40 میلی گرم در 2 ml. خود چیزی که اوردر شده، چیزی که عدد پیدا کردیم چند بود؟ 120. 120 هم قسمت میلی گرم می نویسیم. حالا ایکس رو باید به دست بیاریم. بازم خیلی راحت با یه طرفین وسطین ساده اینو به دست میاریم. 120 ضرب 2 تقسیم میشه با 40. اینم که با اینو این ساده بکنیم میشه 60. امل. پس اینجا چقدر میشه؟ جواب میشه 6 امل. پس 6 امل رو اون قسمت بالا میره. خب سوال بعدی. اینجا یه جنتامایسین داریم. ما اینو برای بخش اطفال در نظر میگیریم. حالا از بعدی دواهایی رو میدیم که ما باید اونا رو دایلت بکنیم. برای دایلت کردن همیشه کوشش کنید که اونو به ظریف 10 برسونید، یعنی اونو توی 10 تا دایلت کنید. ببینید ما چیزی که اویلیبل داریم اینجا، اویلیبل ما هست 80 میلی گرم در 2 ml. پس من این 2 ml که اینجا دارم رو باید به 10 برسونم. پس باید با چقدر اینو دایلت کنم؟ جمع 8 ml میکنم تا بشه 10 ml. حالا چی دارم؟ اویلیبل من تغییر میکنه. حالا اویلیبل من میشه 80 میلی گرم در چقدر من دایلت کردم؟ 10 تا شد دیگه، دیگه 2 نیست، میشه توی 10 ml. حالا دکتر از من چقدر میخواد؟ 32 میلی گرم. 32 میلی گرم. چه مقدار از این املی که دایلت کردم رو بکشم؟ بازم خیلی راحت می نویسم x مساوی میشه با طرفین وسطین. 32 ضرب در 10 تقسیم بر 80 میکنم. و این ساده میشه، میشه 4 ml. پس جواب من چند شد؟ 4 ml. 4 ml از همین دایلت شده اگه من بکشم میتونم چی؟ 32 میلی گرم به مریض بدم. این پس نمونه دایلت شده است. یه نمونه دیگه هم داریم. مثلا دکتر اوردر کرده 50 میلی گرم و 50 میلی گرم هر 4 ساعت به مریض بده. و اویلیبل ما اینقدر هست. چقدر پر دوز باید بده؟ ببینید تو این سوال گیج نشین که وقتی گفته دکتر اوردر کرده 50 میلی گرم در 4 ساعت، خب اینو میدونیم تو 4 ساعت. حالا از ما چی خواسته؟ گفته میلی چند ml پر دوز، یعنی تو یه دوز، تو یه وعده تو باید چقدر برای مریض بدی؟ پس همون چیز ساده است. اگه اینجا مینوشت به جای دوز برای شما نوشته میکرد که هر در 24 ساعت چقدر، اون باز فرق میکرد. که اونم برای تون میگم صحیح؟ پس اول پس پر دوز. پر دوز یعنی چی؟ بازم مثل همینطور که داریم میلی گرم اول لیبلمون رو نوشته میکنیم. 25 میلی گرم در 2 ml. چقدر باید چی کنیم؟ 50 میلی گرم چند ml میشه؟ ایکس ما میشه طرفین وسطین 50 ضرب 2 تقسیم بره 25، این میشه 4. 4 ml پر چی؟
فردوز میشه. حالا اگه به ما میگفت تا 24 ساعت چی کنیم، چیکار میکردیم؟ کافی بود که چند بار در ساعت، در 24 ساعت به ما گفته؟ گفته هر 4 ساعت. پس 24 تقسیم بر 4 میشه 6، یعنی روز 6 بار من باید به این مریض دوا بدم. کافی بود که این 4 ml رو ضرب چند میکردم؟ ضرب 6 میکردم، جوابم میشد 24 ml. در 24 ساعت من باید به مریض 24 ml بدم. خدا کنه قسمت گیج نشده باشین. خب یه سوال دیگه هم هست که اونم دایلت کردن آدرنالینه. آدرنالین یه دوایی که خیلی مهمه و ما اینو باید دایلت کردنش رو بلد بشیم. خب وزن مریض چقدره؟ این دوایی که بر اساس وزن داده میشه، وزن مریض داده 3. خب اولین کاری که میکنیم همونطور که گفتیم، اول 3 رو ضرب در 0، اردرمون چقدر بوده؟ انقدر بوده. 0.01 میکنیم، جوابمون میشه 0.03 میلی گرم. 3 شد. خب حالا ما اولیبل آدرنالین ما چنده؟ 1 میلی گرم در 1 ml. ما این 1 ml رو به هیچ عنوان همینجوری نمیکشیم، باید اون رو دایلت کنه. برای دایلت کردنش، چون این 1 ml، پس چقدر؟ باید چقدر بدیم تا 10 بشه؟ باید جمع 9 ml نرمال سالین میکنیم که این بشه 10 ml. صحیح شد؟ پس الان اولیبل من چند میشه؟ اولیبل من میشه 1 میلی گرم در 10 ml. دکتر چقدر از من خواسته؟ همین چیزی که ما جوابشو پیدا کردیم میشه 0.03 میلی گرم چند امله. خب طرف این وسط این که بکنیم، ایکس ما میشه 0.03 ضرب، ببینید طرفین وسط 0.03 ضرب 10 تقسیم 1. خب این اگه ساده کنیم میشه 0.3 ml. اینقدر باید به مریض بکشن. اما یادمون باشه که سرنج 0.3 ml رو نشون نمیده، برای همین من از سرنج انسولین برای این استفاده میکنیم. حالا سرنج انسولین چی میگه؟ باز یه میگه که یه طرف این وسط این ساده دوباره میکشه. سرنج انسولین میگه، میگه من 1 cc هستم، 100 خط یا 100 یونیت دارم. صحیح شد؟ حالا 0 ml با cc یه چیزه. حالا من 0.0 cc دارم، چند ml باید بکشم؟ از همین سرنج انسولین. پس اینجا مربوطه سرنج انسولین میشه. خب بازم یه طرف این وسط اینه ساده میکنیم، این دوتا با این دوتا، ایکس ما در میاد 100 ضرب در 0.3 تقسیم بر 1 که ساده بکنیم میشه 30 تا خطشو بکشم، میتونم همون مقدار که دکتر گفته بهش آدرنالین بدم. خب اینم از مثالهای بود که دادم. امیدوارم که از این برنامه لذت برده باشین و شما رو کمک کرده باشه. تا برنامه های بعدی، خدایا رو نگهدارتون.